به نام خداوندی که به انسان کرامت و آزادی و اختیار داد و با سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی اصحاب شبهای چهارشنبه خب عرایز امروز بنده درباره انتخابات و دشمنانشه چون بر حال هم انتخابات ایران در پیش و هم انتخابات امریکا به نظرم رسید که موضوع خالی از فایده نباشه که در انتخاباتی که در پیش داریم یه مقداری تحلیل بکنیم من انبان این جلسه رو وامدار نوشته معروف جامعه باز و دشمنانش هستم که کارل, کارل پافر که اطلاع دارین کتابی ایشون نوشته بود به همین عنوان جامعه باز و دشمنانش این یه فیلسوف خیلی معروف اتریشی بود که در اتریش در انگلستان عمدتا در فلسفه علم کار میکرد کتاب های متعددی هم در این زمینه نوشته بود یه یهودی در واقع اتریشی بود و تجربیات زیادی در علم داشت در فلسفه علوم و به این نتیجه رسیده بود که در علم معمولا تعصبی وجود نداره یه دانشمند دنبال کشف حقایق علمیه حالا هر جای دنیا میخواد باشه با هم اینها رو در واقع تبادل نظر میکنن آیا میشه این استقلال این کنشگری و این تحقیق و بیطرفی رو به دنیای سیاست هم سرای سرایت داد یا نه اینی که از در واقع علوم به سیاست کشیده میشه در نقد توتالیتاریزم یعنی دوران برحال نازیسم و دوران فاشیزم و دوران کمونیزم رو تجربه کرده بود بنابراین این که چگونه میشه در سیاست هم بر حال اینا در اتریش و آلمان اون تجربیات رو داشتن چگونه نازی ها هیتلر چگونه عمل میکرد یک قدرت رهبر پیشوا در ایتالیا موسولینی یا در مارکسیز در شوروی سابق نقشی که لنین داشت استالین داشت اینا رو همه رو خب تجربه کرده بود بنابراین این کتاب دشمنان جامعه باز و دشمنانش رو نوشته بود که این شیبه ها رو در واقع نقد بکنه و بنابراین یکی از پایگذاران دموکراسی لیبرال بود یعنی در تجلیل دموکراسی و لیبرالیزم به آزاد بودن بشر یه نقش بسیار عمده ای داشت حالا عرض من اینه که ما الان انتخابات رو در پیش داریم و به جای جامعه باز و دشمنانش انتخابات رو بگذاریم چون یه جامعه باز اولین شرطش اینه که آزادی باشه انتخاب باشه یعنی اگر سازوکاری باشه که مردم بتونن نظریت، نظریات خودشون رو اعمال بکنن در حکومت یعنی حاکمیت ملت باشه به راستی نه فقط یه حزب یه گروه یه دسته یه جناح اینو میشه گفت که جامعه باز بنابراین انتخابات خودش یه ملاکه یک معیاره که چگونه میشه جامعه باز رو تشخیص داد علامتش اون نماد اجتماعیش همین انتخاباته حالا در زمان ما کاملا راحل هایی که ارائه شده در محک آزمایش قرار گرفته دورانی بود دوران طولانی که در همه دنیا پادشاه ها حاکمیت داشتن همه جا همه جا قدرت حاکم با سلاطین بودش هم در اروپا و هم در آسیا در اتحاد جماهیر شوروی هم قبلا دوران تزارها بود دیگه پادشاه بودن اونجا یعنی یه دورانی اصلا مطرح نبود دموکراسی حاکمیت ملت خیلی طبیعی بود در ایران خود ما هم 2500 سال کسی تردید نمی کرد راحل دیگه به جز نظام شاهنشاهی نمی دیدن سلسله ها مرتب عوض می شدن همه اینا ادعای از سلطان الله سلطان سایه خداست یا فره ایزدی می کردن که خدا این مشروعیت و این حکم به ما داده ولی ده ها سلسله پادشاهی ما در ایران داشتیم همه با این ادعا هیچ جنبش اجتماعی هم که داعیه رهبری مردم حاکمیت ملت رو داشته باشه رأی بگیرن خب وجود نداشته یعنی در ادوار گذشته در هزارهای گذشته قرون گذشته این امر کاملا طبیعی بوده ولی به حال یواش یواش مسئله حاکمیت ملت شروع شد از دنیای غرب بعد از رنسانس مطرح شد جنبش هایی پیش آمد و بر حال مقبول واقع شد یعنی ارزش شد در جهان چیزی که قبلا عمومیت نیافته بود یعنی به عنوان یک ارزش اجتماعی برای همه مردم دنیا ولی همباره شیطان صفتا هم اونا که دنبال دیکتاتوری و استبداد و حکومت های توتالیتر هستن اونا برای فرمول خودشونو دارن یعنی زواهر رو سعی میکنن حفظ بکنن ولی باطن همونه یعنی در واقع شکل عوض میشه ولی در حقیقت در واقع باز هم همون حاکمیت یه حزب یه گروه به جای یک فرد من حالا سعی میکنم به سرعت یه نگاهی به این تجربیات بشری بکنم اول در خود روسیه شوروی که خب اونها در واقع قیام علیه سرمایداری بود دیگه علیه اون سیستم های متمرکز بود به دنبال این بودن که زحمتکشان، کارگران اونها حکومت بکنن یعنی ملت رو تجزیهش کردن نه همه ملت اون تعدادی که یا اون طبقه ای که کارگرن کار میکنن حق با اوناست حاکمیت پرولتاریا طبقه در واقع کارگران توده های مردم خب اون تجربه مقابل چشم ما بوده دیگه بعد از سقوط تزارها حزب کمونیست که روی کار اومد حالا اون دوران شوروی سابق و همه به خاطر دارین یه انتخاباتی بود رؤسای جمهور انتخاب میشدن. حالا هر چهار سال فرض کنید یا خیلی هم چون سن خیلی بالا بودن اغلب هم زودتر از پایان دوره ریاست جمهوریشون میمردن به خاطر دارین که معمولا سنین خیلی بالا بودن خب اون دوران برای همه روشن سقوط هم کردیه با اینکه انتخابات بود هر سالم انتخابات میشد برگزار میشد ولی کیا حکومت میکردن همون دستگاه های امنیتی اطلاعاتی یعنی تو خودشون تو حزب کمونیزم میگشت یعنی باز ملت نبود بقیه هم سرکوب کردن حالا آمارش مختلفه دقیقاً هم معلوم نیست یه میلیونی ظاهرا کشته شدن چقدر تبعید شدن به اون جزایر کلاک در قسمت های سیبری حال اونم بیا تجربه شد که اگرم بخوایم به حاکمیت ملت برسیم حالا استثناهایی گذاشته میشه خب بعد از اون که حالا فرو پاشیده شد اون امپرا... چیز شوروی سابق نظام شوروی سابق که از کلمه شورام میاد دیگه اتحاد جماهیر شوروی اتحادیه ای از جمهوری های مختلفی که همه با هم دیگه مشورت میکنن شوروی اصلا اصلش روی این که ما شوراییم ما تصمیماتمون دست جمعیه خب اون فرو پاشیده شد و کشورهای وابستش جدا شدن و داستان رو همه دیگه میدونید یعنی یه ادعایی بود برای انتخابات آزاد از موقعی هم که ولادیمیر پوتین آمده عنوان یک افسر اطلاعاتی سابق که بعد رئیس جمهور شد دوران زیادی به خصوص تو کابینه یلسین مسئول سرویس و امنیت فدرال روسیه بود وزیر شورای امنیت شما میبینی این از 2012 تا الان یعنی 2024 این 12 سالی که پشت سر هم رئیس جمهور رئیس جمهور که 4 سال بعد باشه قبل از اونم از سال 1999 تا 2000 بود و بعد دو مرتبه از 2000 تا 2012 میبینیم همینطوری حالا این وسطش رو یا نخست وزیر میشد یا دو مرتبه رئیس جمهور جدید انتخاب می شود و کنار میره یعنی عملا حدود 20 ساله که ریاست جمهوری رو اونجا داره اداره میکنه البته قانون اساسیشون رو بازنگری کردن مثل ما که بعد از انقلاب بازنگری شد و همه اون چیزی که آقایون میخواستن درش گنجوندن اینا هم گنجوندن همه پرسیام هم زیر نظر خودشون همه چیزی زیر نظر قدرت حاکم دستگاه پلیسی و تا سال 2036 هم باز امکان انتخاب آقای پوتین است تا 2036 یعنی بگونه ای سازوکار قانونی درست کردن که چطور میشه شکل قانون رو رایت بکنن یعنی عملا مثل سوریه که اونجا مادام العمرن دیگه خانواده میبینیم که اسمن خیلی جاها برگشتن به دموکراسی ولی دموکراسی که فقط اسمش هست در باطن چیزی دیگه نیست حالا میدونید که چطور تو روسی هم همون اقتدارگرایی همون نقض گسترده حقوق بشر فسادهای فراگیر سرکوب مخالفین اینا دائما بوده ظاهرا هم انتخابات هر سال هست یعنی اگه قرار باشه که انتخابات فقط شکلش نماد آزادی باشه خب توی روسیه هم هست همین دو روز پیش بود دیگه مرگ این ناوالینی الکسین ناوالینی این 19 سال محکوم شده بود به زندانی رهبر مبارزات مردمی بود خیلی محبوبیت داشت حتی برای شهرداری مسکو بالاترین رأی هم آورده بود ولی به حال چون منتقد بود به سیستم داخلی روسیه داستان شد که میدونی یه بار قصد مصموم کردنش رو داشتن مصموم کردن تو عواب که رفت اونجا افتاد و بیهوش شد تو آلمان بد بردنش مدت ها معالجه میکرد بعد برگشت به وطن خودش که من باید اونجا مبارزه بکنم داستانش خیلی مفصله که همه خوندین کسی که جزو صد روزنامه تایم جزو صد شخصیت برگزیده انتخاب کرده بود هم فارین پالسی و به عنوان شخص صد شخصیت ممتاز دنیا از دانشگاه های مختلف امریکا تو دنیا چقدر جایگاه و پایگاه پیدا کرده بود به عنوان یه منتقده تحصیل کرده مردمی که چقدر هم تلفدار داشت ولی به حال آخرین بارم گرفتن به 19 سال زندان محکومش کردن در قطب شمال در شمال سیبری و اونجا هم حالا به مرگ مشکوکی از دنیا رفته ظاهرا هم دموکراسی مجلس هست و همه چیز سر جای خودشه خب این یه تجربه است که بعد از اون دوران به صلاح پادشاهان میبینیم که این تجربیات و کشورهای مختلف چگونه کردن انتخابات دیگه هست ولی انتخابات آزاد نیست حالا به جای جامعه باز و دشمنانش حالا باید دید که جامعه انتخابات آزاد و دشمنانش و چقدر راه درازی تا رسیدن به یک انتخابات آزاد و واقعا مردمی بشریت هنوز نیاز داره ما خیلی راه جلو اومدیم از اون دوران پادشاهی آمدیم جلو ولی حالا ببینیم که چه حقه هایی و چه ترفند هایی و چه ریاکاری هایی به اسم آزادی انجام میشه خب از روسیه گفتیم حالا درباره امریکا که به ظاهر مهد آزادیه مهد دموکراسیه گذاران امریکا در واقع پدران امریکا خب همه نوشته هاشون گفته هاشون همه اینا هست اصلا کیاد امریکا رو تشکیل دادن اونا که از اروپا فرار کرده بودن برای آزادی برای آزادی مذهب فرار از اون اختلاف های بین کاتولیک ها و پروتستان ها کشتار هایی که در اروپا بود اون پیوریتن ها اونا که میخواستن آزادی رو تنفس بکنن تو این سرزمین آمدن یعنی به خاطر آزادی آمدن فرانسوی هم هدیه که به امریکا دادن اون مجسمه آزادی بود که نماد در واقع سرزمین است که حالا میخواد آزادی رو تجربه بکنه نظامی هم که از اول انتخاب کردن یه نظام دو حزبی بود هر دوش هم ادعای آزادیه یکی به جمهوری خواه جمهور مردم یعنی همه مردم یعنی ما طرفدار همه مردمیم حضور همه مردم ما جمهوری خواهیم طرفدار حاکمیت جمهوری هستیم جمهور ملت حاکمیت ملت اونا هم دموکرات دموکرات ما آزادی میخوایم پس اسامی میبینیم هر دو مردم سالاریه هر دو طرفداری از حقوق مردمه البته در, در مقایسه با روسیه که بالاخره 20 ساله که یه نفر حاکم هست رئیس جمهور و تا دوازده سال دیگه هم هنوز جا داره که از نظر قانونی یعنی این امکانش هست که اگر به حال حضور پیدا بکنه و حل دیگه نداشته باشن ادامه پیدا میکنه خب اینم در واقع میشه گفت که به جای نظامیان در امریکا به جای نظامیان که در روسیه بوده یا حزب حاکمیت حزب کمونیست ببینیم حاکمیت سرمایدارانه دیگه چه فرق میکنه که کدوم گروه بیان نظامی ها باشه کودت های نظامی باشه کودت های یه حزب باشه جنبه ایدولوژیک داشته باشه یا نه سرمایداران نظام سرمایداری هم در واقع او یک مدعی بزرگ خود دموکراسی و آزادی میتونه باشه دیگه اتفاقا یه مقاله دیروز چاپ شده بود همین 20 فوریه مال همون جفری دی سکس که من بعضی مقالاتش رو درباره رویه های مشترک بود استاد یهودی اتفاقا استاد یهودی ثروتمند هم هست در کلمبیا دانشگاه کلمبیا این مقاله دیروزش بود من خیلی مفصل چند خطش رو براتون میخونم ببینید این از درون خود نظام امریکا این سخنان داره گفته میشه راجب همین انتخابات در پیش میگه رئیس جمهور جو بایدن بین لابی قدرتمند اسرائیل و نظر رأی دهندگان امریکایی و جامعه جهانی گیر کرده است یعنی یه طرف نوخامه داره تعارف میکنه یعنی پول لابی نیرومند اسرائیل و یه طرف هم نظر رأی امریکایی و جامعه جهانی است در همین جریان غزه و این جریانات اخیر داره میگه کدوم انتخاب بکنم؟ میگه با توجه به قدرت لابی اسرائیل میگه بایدن از داخل با آیپک آیپک این میگه اسرائیل پولیتیکل اکشن کمیتیز یعنی آی پی ای سی این کمیته روابط عمومی اسرائیل تو امریکاست که به صلاح سازمان اصلی رو برای منافع اسرائیل تضمین میکنه میگه که موفقیت بلند, پا بلند مدت آیپک تبدیل میلیون ها دلار کمک به کمپین انتخاباتی به میلیاردها دلار کمک ایالات متحده به اسرائیل به اسرائیل است که بازدهی فوق العاده بالایی داره یعنی میلیون ها دلار خرج میکنه در این کمپین های انتخاباتی امریکا در عوض میلیاردها دلار بگیره میگه آیپک همین از چیز اسرائیل قصد دارد حدود 100 میلیون دلار از بودجه مبارزات انتخاباتی امسال رو با یک بسته تکمیلی 16 میلیارد دلاری برای اسرائیل تبدیل کند یعنی 100 میلیون دلار آمادن که خرج بکنن که این 16 میلیارد دلاری که قراره به اسرائیل بدن چقدر پرسوده 100 میلیون دلار آدم بده 16 میلیارد دلار بگیره تا کنون بایدن با آیپک همراهی میکند این تا کرده حتی با از دست دادن رأی دندگان جوانتر که احتیاجی به اونا داره میگه 49 درصد افراد 19 تا 29 ساله اسرائیل را متهم به نسل کشی میکنند یعنی 49 درصد نسل جوان امریکا میگه در مقابلش 22 درصد با اسرائیل هم در تسن این آمار هم همه رو داده میگه نتانیاهو از بمب های ایالت متحده و حتی حمایت کامل بایدن برای 16 میلیارد دلار بدون خطوط قرمز امریکا برخوردار است یعنی نتانیاهو برخوردار هم از همین بمبارون ها در انتظار این وعدم هست خب اینم یه جامعه دموکرات میبینیم دیگه پوتینی در رأسش نیست چهار سال به چهار سال هم انتخاب, انتخاب میشه الان هم آقای بایدن نیاز داره اون نمیتونه قانونی هم حالا تو روسیه به راحتی تونستن بازنگری قانون اساسیشون رو بکنن و اول اونجا هم به تقلید از امریکا چهار سال چهار سال بود ولی وقتی حزم وقتی که ایدئولوژی حاکم هست اون تشکیلاتی که هنوز اون رنگ و بوی دوران اتحاد جماهیر شوروی رو داره خیلی راحت عوضش کردن اینطور هم دارن سرکوب میکنن بی به افکار عمومی جهان ولی اینجا که دیگه نمیتونن اون کارو بکنن دیگه حزب به اون معنا نیست ولی پشت این دوتا حزب که هر دو هم قدرتمندن هر دو هم در واقع سرمایدارای کلان دارن و اکثرشون هم در واقع با پولای اسرائیل که دارن انتخاب میشن نه در انتخابات فقط ریاست جمهوری در انتخابات ایالت ها حتی در انتخابات شهرداری ها حتی فرمانداری ها حتی همه جا دارن خرج میکنن پس میشه یه ملتی به خاطر پول خریده بشه به قول همین برنی سندرز. همه اخیرا همین یه هفته در روز پیش بود تو مجلس گفت که خطاب به نمایندگان شما همتون یا میلیاردرین نه میلیونر همتون یا میلیاردرین یا دارین میلیاردر میشید یعنی همه میدونن همشون میدونن خیلی از اینا که این لابی ها هم دارن کمپانی های مختلفی که لابیگری میکنن اینا قانونیه تو امریکا نمایندگان میبینن میخرن قانونی هم هست میگن خب حالا که پشت پرده میشه به جای که دزدکی بشه قانونی کی هم پول بیشتر از یهودی ها داره اونام لابی میکنن هر چیزی رو بخوان یعنی اونا که بخوان با لابی کردن نمایندگان رو میخرن و اون رأی که میخواد میدن کمپانی های مختلفی که در حالا یهودی یا غیر یهودیش فرق نمیکنه یعنی یه سیستم قانونی رشوه دادن تو امریکا رشوه های کلون رشوه های میلیون میلیون دلاری ولی به انتخابات داریم میدیم برای اینکه انتخاب بشن اسمن اینطوری نیست که پولی بدن طرف تو جیبش بذاره راه قانونیش هم پیدا کردن خب حالا تو امریکا اینا هستن اون ام آی سی اون بنیاد عظیم صنعتی نظامی که تو همین جنگ غزه نمیدونم الان چقدر 17 18 درصد یا بیشتر سهامشون رفت بالا اونا به قول همین آقای سکس پروفسور دانشگاه میگه روی سی آی ای تاثیر دارن روی اه پنتاگون تاثیر دارند، روی کاخ سفید رو همه شعون حکومتی اینا نقش دارن یعنی سرمایداری خود اینا هم وقت سرمایه جز سرمایداراش هستن همه این ثروت کلانی که به دست میارن نمایندگان کنگره نمیدونم مجلس همه هم هم شریکن یعنی پس میشه دموکراسی یکی از دشمنانش خود همین شیفتگی و سرمایه باشه پس انواع مختلف داریم این هم در واقع یک نوعش هستش آیا نظام سرمایه داری،, داری کلان این میتونه تو دای مردم رو آزاد بکنه حاکم بر سر نوشته خودش دیگه تظاهرات چند سال پیش وال استریت به خاطر دارین که جوونا هم, هم اجتماع کردن و تظاهرات کردن میگم ما یک یه درصد ثروتمندان آمریکا ثروتش اندازه همه است یعنی ما همه ما جمع ما به اندازه همون یا درصد جمعیت هستیم الان که نظر جهانی پنج شیش نفر ثروتشون معادل نیمی از کره زمینه ثروت کل مردم رو کره زمین قد این پنج تایی که الان تو امریکا ثروت های کلان تا 300 ست... خورده میلیارد دلاری دارن دیگه پس جهان میبینیم روز به روز داره تنگتر میشه با دموکراسی داره بیشتر بازی میشه دموکراسی بیشتر داره تبدیل به یه فریب پیچیده میشه با این نظامهای به خصوص اینترنتی همه چیز مردم دیگه داره کنترل میشه افکار داره کنترل میشه همه چی رو دارن همونا سازمان میدن اسمش هم دموکراسیه یعنی به جای در واقع حزب کارگر به جای پرولتاریا به جای کارگران حزب سرمایداران کلانه تعدادشون هم هی قلیلتر میشه اونا همه کاره و بعد بقیه هم دیگه ول معطلن دیگه همون بردگی تاریخی هست اما خود اسرائیل خود اسرائیل که من یادم قبل از انقلاب خیلی سوسیالیستای معروف ایران میرفتن اسرائیل اونجا میگفتن یه جامعه نمونه سوسیالیستیه اونجا در واقع یه گامی داره در جهت سوسیالیسم برداشته میشه خیلی موفق رشد کرده خب حالا میبینیم کی در رأسش قرار گرفته کسی که اولین بار رئیس جمهور شده تو امریکا یعنی کسانی که اینجا متولد شده حزب لیکود اینا در واقع همو سهیونیزوان سهیونیست ها خب پس میتونه حتی یه ایدولوژی حالا مارکسیس نیست سرمایدار به اون معنام نیست ولی یه حزب با اون دایه های از اردن گرفته تا رود یعنی کل سرزمین رو ما میخوایم ما برتریم نژاد برتریم آیا این به یک نوع آزادی میرسه انتخابات آزاده انتخابات هم هست ولی میبینیم کیا حاکم هستن الان یه اقلیتی سه تا پرونده سوء استفاده اختلاس و کلاهبرداری برای نتانیاهو در جریانه ادامه داره میدن و قدرت هم دارن میخواد حالا در واقع موفقیت نظامی به دست بیاره و در واقع به قهرمان ملی بتونه باقی بمونه خود اسرائیل یا بیرون از اسرائیل بیشترین مخالفان با این جریانات با این کشتار در غزه نسل کشی خود یهودی ها هستن اونها صدای اونها بلندتر از صدای دیگر چون دیگر از خودشون هم که نمیترسن دیگران واهمه دارن میترسن از این قدرتی که یهودی ها در امریکا دارن ولی اونا که دیگه خودین، اونا میتونن بگن نویسنده همین مقاله خودش یهودیه یهودی, یهودی سابقه پروفسور دانشگاه جز مقامات علمی برجسته است ولی او میتونه بگه دیگران که جرات نمیکنن این حرفو بزنن به هر حال میبینیم که چگونه در خود اسرائیل هم این دموکراسی که اینقدر تبلیغ هم میشد امید بهش میرفت میبینیم الان سه دستن یه ده اون اروپایی که آمدن اونا که تحصیل کرده تو اروپا بودن از یا تو خود امریکا بودن اونا برخورداری از همه امکانات هستن یه هم از اونا که از کشورهای افریقایی یا آسیایی آمدن یهودی های اون طرف بودن اونا بعضیشون مسابی نیست یه دی که عرب اسرائیلیان یعنی مسلمونن ولی تو اورشلیم یعنی یعنی جز قدزن نه جز, جز وستمنکن نه شهروند هم اونجا هستن اونا اصلا مساوی نیستن یعنی دموکراسی به اون معنا نیست یکی هم در واقع بقیه عرب مسلمون هستن اونا تو این سرزمینن تو سرزمین فلسطین هم اینا حق رأی ندارن اصلا حق رأی به اینا نمیدن از این پروژه که یه ملت باشه همه باشن اونا به هیچ وجه زیر بارش نمیرن از دو تا ملت هم نمیرن یعنی اینه که فلسطینیان بخوان استقلال داشته باشن تو همین 22 درصد باقی مانده که تازه دور اینا هم شهرک ساختن و اونا هم باز همون 22 درصد هم نیست و قذر دارن به کلی نابود میکنن اونم قبول ندارن که یعنی نه دوتاش قبول دارن نه اینکه همه اونام هم جزو این کشور باشن کشور فلسطین مطابق آرا پس میبینیم در اونجا اصلا انتخابات به اون معنا نیست انتخابات هم در واقع قربانی شده فریب اونجا میبینیم پس نه در روسیه هست نه در امریکا اون چیزی که واقعیت حاکمیت ملته چگونه هر کدوم یه جوری دارن کلاسر دموکراسی و حاکمیت ملت میذارن در مورد خود فلسطین هم اون نقشه ای که براشون چیدن همین است که غزه رو نابودش بکنن حماس رو از بین ببرن ولی حاکمیت رو بدن به قسمت محمود عباس قسمت وست بانک اونم دیگه انقدر این سالها افشا کردن ارتباطاتی که با های اطلاعاتی امریکا یا مصر یا حتی اسرائیل دارن اونا به کلی مبارزه رو کنار گذاشته میخوان قدرت رو بدن به اونها اینجا هم دیگه حماسی نباشه همشی هم که داغون شده اون برای مردم هم که دیگه قابل زندگی اونجا نیست یا حکومتی که سر و آرامه، رامه، آرام رام هر چی بگیم بله بله قربان میگه حالا اسمش هم اینه که فلسطینی هم یه جایی دارن میبینیم که خوابی هم که برای فلسطین دیدن بازی خوابی است که وحشت از دموکراسی دارن وحشت از انتخابات دارن چون حماس در اون انتخابات کی بود 2007 بود هم در غزه پیروز شد و هم در وستبنک در هر دو جا رأی آوردن و کودتا کردن با ج... کمک اسرائیل نذاشتن که حماس قد... اون قسمت وست بنگ رو هم با اینکه رأی آورده بود به هم زدن خب حالا همه این گزارشگرها همه در واقع پیش ها اینه که اگر آزادی باشه حماس بدون بار برگرد رأی اول و با اختلافات فاحش خواهد آورد در کل فلسطین چه وست چه در خود غزه بنابراین تمام جنگ فعلی هم در واقع یک فرمولی برای دشمنی با انتخابات آزاد میدونن اگر انتخابات آزاد بشه دیگه این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه و اون منافع رو هم ندارن خب تا اینجا دور از ایران بودیم تجربه در واقع انتخابات آزاد که چگونه فریبه ولی همه چی البته نسبیه تو دنیا نمیتونیم بگیم همه سراتا یک ارباسه خیلی تفاوت هستش در کشور اروپایی یه مقداری از امریکا آزادتر ولی امریکا نسبت به روسیه باز یه چیز نسبیه ولی هیچ کدومش حاکمیت ملت نیست حاکمیت بخشیست از یک ملت حالا حزب طبقه است یا یه جریان سیاسی خاصیه یا سرمایدارانه اما ایران خودمون اگر بشه گفت روسیه حاکمیت زوره امریکا حاکمیت زره ایران الان حاکمیت تزویره زر و زور و تزویر روسیه با کمک زور ارتش حزب کمونیست امریکا ارتشی نیست ظاهرا حزبی هم نیست به اون معنا ولی سرمایدارانه که دوتا حزب هم دارا دارن میگردن این دوتا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات با سرانگشت سرمایداران داره میگرده اونا دارن بازی میکنن باشون یک کاندید فرد تنها چطور میتونه تو امریکا انتخاب بشه که میلیون ها دلار نیازی به تبلیغات داره کجا بیارن دیگران رای نمیدن بهشون عملا کسانی انتخاب میشن که سرمایه دارا خرجشون میدن و بعدا هم که انتخاب شدن هواشون رو دارن و ظرف دو سه سال میلیاردر میشن بارشون رو بستن و دیگه تا آخر عمرشون تامینه گرچه بعد از این مجلس هم باز خیلی کارهای دیگه است که هنوز ادامه بدن ولی یکی زوره یکی زره یکی هم تزویره ما آخرین سوره قرآن که میخونیم به سه چیز پناه میبریم قل عوض و به رب ناس رب یعنی همون زور ارباب ملک ناس ملک یعنی پادشاه در واقع صاحب صاحب مملکت میشه زر در واقع مالکیت و اله ناس اونی که پرست پرست پرستنده پرستشگر چیزی است که باید پرستیده بشه یعنی سه زر و زور رو به صورت منفیش تذویر دیگه نیست میگه هر سه اینا یکیه خدا هم قدرت هم ملک مالک یعنی به معنای فرمان پادشاه صاحب مملکت و هم در واقع موضوع معبود معشوقیت عشق پرستش هر سه اینا یکیه در واقع که اینطور حالا میبینیم تجزیه در واقع کرده. حالا ما هم ایران فعلی ما ما هم 2500 سال این تجربه حکومت‌های فردی رو داشتیم به نام فرح ایزدی که خدا این حلقه مشروعیت رو داده با اینا از جانب خدا انتخاب شدن اگه خلاف و خطا و خیانت هم بکنن خدا برشون میداره هیچ کدوم هم یه نمونهش هم برداشته نشده اونطوری که فرضیه بوده یا از سلطان الله در دوران بنی عباس و بنی امیه و غیره ببینیم تو ایران هم تاریخ ما همین بوده حالا ما هم تحت تاثیر انقلاب رونسانس در اروپا از آزادی برابری برادری یا تحولاتی در ایران اتفاق افتاد بعضی بیدار شدن جریان مشروطه مبارزات مشروطه به وجود آمد حتی درون روحانیت کسانی مثل آخوند خراسانی یا مرحوم نائینی طرفدار آزادی بودن حتی کسی مثل شیخ فضل الله نوری که میگفت ما مشروطه برای چی خواهیم؟ ما مشروعه داریم یعنی شریعت داریم در حالی که می میگفت همه ی که شما میزنید که اونا غربیه حاضحی به اونا ردت لینا همه اینا مال خود ما بوده آزادی برابری برادری اینا ارزش های خود ماست. که ما از دست داده بودیم حالا غربی ها رو تجربه بشری بهش رسیدن این تقلید از اونا نیست که بگیم ما مشروطه نمیخوایم مشروطه یعنی مشروط بودن حاکمان به قانون به ملت این اصل اولیه و اساسی قرانه یعنی یه عده ای از حتی روحانیت که بزرگترینشون هم آخوند خراسانی و خیلی یا بودن اینا طرفدار مشروطه بودن طرفدار آزادی حاکمیت ملت بودن دیگه نوشته ها و آثارشون هست ولی خب حالا اون طرفش هم شیخ فضل نوری بود شیخ فضل نوری خب همون موقع شکست خورد اون فکرش اون تزش اون خیانتاش محاکمه شد و اعدام شد توسط همون روحانیتی که مبارز بودن و توسط ملت به خاطر حمایتش از قاجار و کشتاری که انجام شده بود ولی میبینیم بعد از انقلاب اسلامی ورق برگشت شیخ فضل الله نوری که اعدام شده بود توسط ملت توسط کسانی که حالا مشروطیت رو پیروز دیده بودن حالا دیگه قهرمان میشه دیگه آقای خمینی اون رو بزرگش میکنن به عنوان قهرمان بعد از انقلاب شد. حتی بزرگراهی به نام شیخ فضل الله نوری میشه میبینیم همون افکار ارتجایی که یه روزگاری در برابر روحانیون مبارز و متفکر و بیداری اینا قرار داشتند مثل ارز کردم علامه ناینی که همون افکار مرحوم طالاقانی و اینها رو دار تالاغانی هم کتاب اون رو ترجمه کرد اینا در واقع دو مرتبه آمدن روی کار می‌بینید که باز یه فریب دیگه ای فریب حالا اینجا اینه که حالا بله آزادی هست انقلاب سال 57 شده انقلابم شعاراش چی بود آزادی استقلال این اواخر هم حکومت اسلامی آمد قبلا این مطرح نبود ولی نزدیکای انقلاب چون روحانیت هم آمد مردم دنبال عدالت بودن مثلا حکومت اسلامی معنایی نداشت که مثلا روحانیت بخواد حکومت بکنه دنبال عدالت حالا هر کسی میخواد عدالت رو برپا بکنه خب به سرعت شارها تبدیل شد همه با هم تبدیل شد همه با من به سرعت ولایت مطلقه فقیه در اومد. یعنی در واقع یک روحانی با اون دیدگاه سوار شد بر این موج احساسات مردم و همون اندیشه های پوسیده دوران قرون وسطایی شیخ فضل الله نوری رو همین رو احیا کرد به سرعت همه چی عوض شد میبینیم که پس انتخابات باز یه فریب دیگه ای این بار تزویره و آقای خمینی وقتی ولایت مطلقه رو مطرح کرد اول ولایت فقیه بود بعد ولایت مطلقه یعنی همون ولایتی که خدا داره به رسول داده به اهل بیت داده حالا به فقیهان جامعه میرسه فقیهان عادل جامعه و ما هم فقیه عادل جامعه هستیم و ولی فقیه میتونه احکام شر رو هم تعطیل کنه اگر مسلحت ایجاب کرد میتونه حج رو تعطیل کنه امثال حتی آذری قومی بود در سر مقاله روزنامه رسالت نوشت حتی توحید رو هم میتونه تعطیل بکنه یعنی ببینیم چقدر یه مرتبه به قهقرا رفتیم چه سقوطی بعد از آزادی بیستو بهمن به کجا دو مرتبه سقوط کردیم درست همون وضعیتی که در دوران روس ها یا قبل از اینکه اصلا آزادی مطرح بشه تو مملکت پس میبینید چه فری به حالا نمیگن که آزاد انتخابات نیست همه زواهر انتخابات و آزادی توی مملکت ما الان هستش همه چی رو داریم یعنی داستان همون داستان گوساله سامری میشه این همه مبارزات حضرت موسا و بنی اسرائیل با فرعون و غرق شدن فرعون و پیروزی بنی اسرائیل با غیبت موسا که نماد معنویت و حاکمیت ملت بود چند چند ده شب قرار سی شبه داشتن میقات در کوه تور ده شب اضافه شد یه سامری پیدا شد و در واقع گوسال پرستی که مطلوب همه بردگان بنی اسرائیل بود تمام زندگیشون وابسته در مصر چیز دیگه ای نداشتن یه گوساله یعنی کل زندگی یعنی حقوق ماهیانه یعنی درآمد از شیرش از پشمش از پوستش از فضولاتش یه روستاییا در ادوار گذشته همه زندگیشون وابسته به گوساله بود بنابراین همینی که موسی میره چون این در درونشون یه بت درونی بوده و به تعبیر قرآن میگه عشر فی قلوب همول اجله نوشیده بودند گوساله رو در درونشون بنابراین تا موسی قایب شد مجسمه طلایی هم رو همون ساختن در انقلاب ما عینا همین اتفاق افتاد در واقع چون این زمینه استبداد شخص پرستی بود وقتی شاه برداشته میشه روح منی خمینی نمیدونم حز هز فقط حزب الله رهبر فقط روح الله میبینیم همون تمایلات همون تمایلات همون گوسال پرستی دو مرتبه جایگزین میشه شخص عوض میشه از نوش نقل شده بود و سالیان پیش گفت که رو دیوار یکی از شهر تهران نوشته بودن خمینیه بوت شکن بوت شده ای خود شکن به خودش هم گفته بودن خندیده بود یعنی اینطور بوت میشه در واقع نشون میده یه ملت وقتی هنوز آزادی رو نفهمیده نشناخته به سرعت فریب میخوره به سرعت از شاله به چاه میفته میبینیم همه مظاهر آزادی به تدریج تعطیل میشه در نظام ولایت فقیه اصلا خود مسوا یزدی که شرش کم شد از سر مردم او میگفت که اصلا مشروعیت نظام به ولایت فقیه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس باید با تنفیز ولی فقیه باشه اصلا ما میگفت که ما آزادی نداریم اصلا انتخاب مردم معنی نداره خود آقای خمینه میگه مردم محجورن مردم صغیرن نیاز به یک ولی دارن فقیر محجور یعنی دیوانه عقلشون نمیرسه صغیرن یعنی اونا در دیدگاهشون هر هست فقیهانه پس میبینیم حالا انتخابات هست ولی یه فریبی به یه گونه دیگه حالا دیگه نه سرمایداری ظاهری هست باطنی سرمایداری شده باز سپاهی که آمده با اختاپوس سپاه اونام هست پشت قضیه ولی اصل اس و اساسش رأسش ولایت فقیه یعنی به یک نظام بقایت دشمنتر با انتخابات و آزادی مواجه شدیم که از چاله به چاه افتادیم به قول علامه ناینی میگه که بدترین نوع استبداد استبداد دینیه خودش روحانیه خودش مرجع تقلیده ولی میگه بدترین نوع استبداد میگه خلاص شدن از شر استبدادهای دیگه تاقوت دیگه به مراتب آسون از تاقوت مذهبیه میگه برای که این به عنوان دین به نام دین کلا سر مردم میذاره یعنی سوار عواطف و احساسات دینی مردم میشه نه اینکه رو سرمایهشون نه اینکه رو مملکتشون دل مردم و فریبکارانه تصاحب میکنه اینم سرنوشتی بود که در انقلاب ما افتاد یه تیکه از خود آقای خامنه ای نقل میکنم که راجع انتخابات صحبت کرده همین در دی ماه میگه اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری یا هرج و مرج مثل اینکه حالا دیکتاتوری نیست هرج و مرج هم نیست اگر انتخابات در ببینیم همه دم از انتخابات میزنن هم روسیه هم امریکا هم اسرائیل همه دارن دم از انتخابات یه گذشته دورانه اون پادشاهی ها دیگه اون هنا رنگی نداره فعلا بوت انتخاباته با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان تعیین می شوند یعنی آزادی انتخابات برای چی میخوان برای که ولی فقیه انتخاب بشه از طریق مجلس خبرگان مجلس خبرگانی کی انتخاب میکنه ببینید که منتخبینش سه تاش که مستقیما از طرف رهبری هم بعدم غیر مستقیم یعنی اون چیزهایی که من تعیین کردم یا ما تعیین کردیم از کانال اینا باید بگذره همه رو ما اوکی بذاریم روش و بعد حالا بعد از بنده که از دنیا رفتم مثلا فقیه بعدی پسرم یا پسر خالم یا پسر امم نمیدونم یا هر کسی رو که تعیین کردم بتونه قرار بگیره ببین انتخابات رو به چه معنا میبینن دو مرتبه میخونم اگر, در اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هر مرج با انتخابات است که ولی فقیه از طریق منتخبان ملت در مجلس خبرگان کجا مجلس خبرگان نمایندگانشون منتخب ملتن منتخب خودتونن تعیین می شوند اه. یعنی در واقع اینا برگزیده غیر مستقیم خودشن ای نمون حزب کمونیست مثل سرمایه‌دار امریکا بعد میگه حضور پرشور مردم در انتخابات اونو نیاز دارن برای حضور پرشور مردم که بگن آقا این سیستم ما مورد قبول ملته به دنیا بگن و به خود مردم چه تحمیقی چه فریبی از این بالاتر حضور پرشور مردم در انتخابات وحدت ملی و انگیزه ملت ایران را برای حضور در صحنه نشان میدهد. چقدر بلدن کلمات رو ردیف بکنن و انگیزه ملت قدرت ملی را به وجود می آورد انگیزه که میخوان تزریق بکنن یعنی قدرت ملی رو بخونید شما سلطه ولایت مطلقه فقیه سلطه سپاه سرکوبگر میلیاردرها به حال اینا زواهر رو همه چی رو میخوان درست بکنن یه نمایش بیرونی یه سرخاب سفیدابی بزنن به این نظام منحت قهقرایی ارتجایی که بگن هم در داخل و هم در خارج پس اینم یکی از دشمنان انتخابات کتاب جامعه باز و دشمنانش حالا دشمنان انتخابات و دونه دونه میبینیم تو هر کشوری چگونه انواع دشمنا داره حالا چون وقت کمه من فقط چند تا از نوشته های اخیر تو ایران رو خدمتون میخونم شاید لازم باشه بعد یه جلسه بحث از نظر قرآنی یا سنت پیامبر بذاریم راجع به همین انتخابات حالا اگر ببینم علاقه هم بهش هست خیلی بحث جالبی است که دیدگاه در واقع قرآنی راجع به انتخابات آزاد و جامعه باز چگونه است اما این اولی نامه یه قسمتی یه قسمت شو میخونم فرصت که نیست آقای سید مصطفی تاجزاده مهندس تاجزاده این همین اخیرا سی بهمن از زندان اوین شجاعان ما رو ببینید که تو زندان اوین می نویسن رعی نمی دهیم تا به ابتزال بگوییم نه رعی نمیدیم تا در برابر ابتزال نه انتخابات بگیم نه ایران در بنبستی گرفتار شده که ساختار معیوب نظام سیاسی و رویکرد روی کرد خطا و خطرناک رهبر به آن تحمیل کرده است آقای خامنه ای درایت هدایت کشور به سوی توسعه همه جانبه و عادلانه و پایدار را ندارد ولی قدرت آن را دارد که ملت را از خدمات فرزندان شایسته و کاردان خود محروم کند و مانع انجام اصلاحات ساختاری و ضروری شود من یه تیکاشی میخوانم یه هفت بنده از اشتباهات استراتژیک آقای خامنه ای بی معنا کردن انتخابات و بی اثر و بی خاصیت کردن نهادهای انتخابی یعنی انتخاب, انتخاب میشن کسانی ولی همشون بی, خب، بی خاصیتن به ویژه پارلمان که مجلس نقشی نداره سلب اختیارات مجلس تشکیل نهادهای موازی قانونگذاری قرار بودی همیشه از مجلس بیاد ولی حالا هر جا دلشون بخواد این ها هم قانونگذاری میکنن رد صلاحیت چهره های مستقل و صاحب نظر حالا خیلی مفصله بعد میجا میگه مجلس اکنون نه یگان مرجع قانون است نه حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد مجلس نمایندگان ملت فوق همه جاست ولی اصلا کاری ای نیستن اینا عروسه که خیمه شب بازی ن نمی‌تواند کفایت رئیس جمهور را در دستور قرار دهد زیر سوال ببره آقای رئیسی رو نه نمایندگانش در اظهار نظر سیاسی از مسئولیت قضایی بهره میبرند برای راحتی می گیرم این می زندان نه برقراری رابطه با آمریکا آزادی حجاب نظرات استثوابی و ادامه زندگی قا... زند... زندان خانگی زندان خانگی یعنی همین موسوی و رهنورد همه اینا میگه که به دست رهبره هیچ کدوم اینا حق ندارن نه مجلس نه دیگه یه نفره داره تصمیم میگیره راجع همه چی بعد میگه که معرفی نامزد برای مجلس و تلاش زمانی موجه و مفید است که مجلس در رأس امور باشد نه رهبر کشور اکنون که مجلس جایگاهی ندارد و تندترین مواضع متعلق به شخص رهبر است رهبر چشم خود را بر واقعیات فاجعه بار ایران بسته و فریاد اعتراض میلیون ها ایرانی را نمی اکثر ایرانیان تصمیم گرفتن بی به رهبر و صدا و سیمایش و در اعتراض به وضعیت اصفوار کشور رأی ندهند آنان که راه اصلاح امور از درون حکومت را بسته می بینند مقاومت مدنی را برگزیدند. نیروهای سیاسی نیز به جای تلاش برای تکرار تجربه های ناکام هی بکشن تو میدون و یه نفر رو بالا ببرن و بعد ببینیم هیچ کارم بر نمیاد به دفاع از اعتراض مدنی و مقاومت مدنی شهروندان بپردازند این هم از زندان اوین نوشته شده حالا یکی هم از روحانیون بخونم روحانیون شجاع روحانیون مرد آقای آیت الله امجد میگه رأی دادن حرام شرعی است حرام شرعی به خامنه ای نوشته میگه شما نام این استخفاف مفتزه را انتخابات میگذارید انتخابات میگه استخفاف یعنی خفیف کردن ملت سبک کردن ملت تو سر ملت گذاشتن و بعد هم برای هر کسی که نخواهد در این نمایش شرکت کند حکم ارتکاب گناه کبیره صادر میکنید خامنه میگه که شرکت کردن گناه کبیره است کبیره است شما با چماق و زور و تزویر همه بندگان را همه بندگان خدا را عبد خود کرده اید و این جمهوری را به کلی از معنا توهی کرده اید و راه نفس کشیدن بر هر آزاده ای را بسته اید جاهلان بی را بر جان و مال و آبروی مردم مسلط کرده اید دانایان را به کنج ازلت رانده اید علما را مرعوب یا زرخرید کرده اید در حالی که پیش چشم همگان در همه امور جزئی و کلی مملکت از خرید واکسن تا انتخاب وزیر تا استیزاه و سوال تا حس حبس و حسر مظلومین همگی در ید اختیار شما است. باز دلوی جلوی دوربین ها نقش منتقد و بیگناه را بازی می کنید که کناری نشسته و به جبران ظلمی تذکر می ده. یعنی چون همه اینها زیر سر خود شماست بعدم بیرون گود هستین و احمدی نژادم هم که دو دو رو گذاشتین اول گفته بود که این از همه نزدیکتره، به من انقلابیتره، یک کلمه از خواستن این بلا رو احمدی نژاد سر ملت آورد این پول ملت رو به باد داد این همه علیه مملکت در شورای امنیت بیانی هایی که صادر شد یک بار عذرخواهی کرده یک بار پذیرفته مسئولیت گمان می کنید مردم نمی فهمند و نیات شما و بازیگری های شما امری پوشیده و پنهان است با کلمه بازیگری میگه بسیار شگفتانگیز است که از حجاب اجباری دفاع می کنید و کار را به دست پلیس می دهید در حالی که می دانید چه جنایت ها و فسادهایی در اثر این امرخ می دهد اگر هم کسی اعتراض به این مظالم و مفاسد روسری بکند در حکومت شما به قتل نوامیس مسلمین و حبس های طویل مدت محکوم می شود یک بخونم هر سخن به حرکت شما جز اینکه تنفر از خودتان و از اسلام و دین را نزد مردم بیشتر بکند نتیجه ندارد یعنی میگه شما دارین آبروی خدا و دین میبرین این خودش آیت الله استاد اخلاق در قم. در وضعیت فعلی از آنجا که در مملکت یک رأی بیشتر وجود ندارد و آن رأی آقای خامنه ایست است و این عین فرعونیت است و از آنجا که این را همگان و از اینجا که اینها همگان را برده میخواهند یعنی نظام ولادت فقیه میخواد همه برده بشن شرکت در این نمایش مستاق شراکت در استخفاف مردم و ظلم پذیری است استخفاف یعنی همون تحقیر خفیف شمردن مردم و روشن است که انجام چنین فعلی و هر فعل دیگری من اخلاقی و حکم حرام شرعی دارد آخرم به بقیه روحانیون داره میگه امروز بر علماست که یا امامه از سر بردارن این امامه از سر برداشتن یعنی دیگه آبروی ما رفت یک جنا... وقتی که یک فاجعه بزرگ میشه این رسم تو قوم که امامشون رو بر میدارن. وا دیگه مثلا وا شده میگه یا باید امامت، امامتون رو بردارید یا در مقابل این بدعت ها و ظلمی که به مردم میرود و پایمال شدن حقوقشان بیستید دو سه دقیقه دیگه یکی دیگه از مقالات مال آقای عبالفضل قدیانی که ایشون هم این همه زندان بوده و یه همچی جهرت هایی تو مملکت واقعا جای خیلی امیدواری داره میگه از میان نظام های استبدادی تمامیت خواه بعید میدانم که هیچ شک از آنها توازنسته باشد مانند نظام فاسد و مفسد جمهوری اسلامی آزادی، دموکراسی و انتخابات را این چنین به مسخره بگیرد مردم را بفریبد و ده ها سال آنها را با همراهی و همکاری نخبگانی که تصور می کردند این نظام ضد ملی اصلاح پذیر است به پای صندوق های رأی بیاورد و مردم به امید آنکه این ستون به آن ستون فرج است در انتخابات نمایشی فرمایشی مهندسی شده که در حقیقت انتصابی بیش نبوده و نیست شرکت کنند و آرای خود را در صندوقهای استبداد بریزند و ناخواسته پایه های آن را تحکیم بکنند سخنان رهبری رم که حالا نقد کرده و حالا اون رو بگذاریم چون دو سه دقیقه بیشتر نیست یک کوتاهش بخونم میگه اکثریت قاطع ملت پیشا پیش خیم شب بازی انتخابات را تحریم کردند چون به درستی دریافتند شرکت در انتخابات تحکیم پایه های به شدت متزلزل قدرت علی خامنهی خودکامه است شرکت در انتخابات لگت کوب کردن خون شهدای عزیزی است که مخلصانه خون خود را نصار آزادی، دموکراسی، عدالت و رهایی از شر استبداد کردند بنابراین باید انتخابات پیش رو, پیش رو با تمام توان از سوی آزادی خواهان و ادالت طلبان و مخالفان نظام تحریم شود عدم شرکت کافی نیست باید تحریم شود چرا که تحریم امری فعال است و تحریم کننده از دیگران هم تقاضا می کند که رأی ندهند اکثریت غریب اتفاق ملت ایران با هوشمندی از این نظام عبور کردند آزموده را آزمودن خطاست زمانی ملت به آزادی دموکراسی عدالت و توسعه میرسد که بساط ولایت مطلقه فقیه که جز ویرانگری فقر و فاقه قارت چپاول و تباهی برای مردم دستاوردی نداشته جمع بشود و نظام استبداد دینی موسوم به جمهوری اسلامی جای خود را به یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار بر مبنای حقوق بشر بدهد خب وقت ما هم به پایان رسید من فقط سه تا از نمونه هایی که تو ایران هم نوشتن یعنی خود اینم خیلی امیدوار کننده است که در این نظام سرکوبگر هستند پس کسانی که جانشون رو کف دست گذاشتن از بین روحانیت گرفته در قوم تا کسی که تو زندان اوینه تا کسی هم که از زندان اوین آزاد شده مدت های طولانی بوده حالا هم همه چیز رو بسته که باز ببرنش به زندان اوین وقتی که اینا همچین جرعتی دارند آیا دیگرانی که آزاد هستند و میتونن حرفشون رو بزنن آیا میتونن سکوت بکنن یا برای نجات از شر این فریبی که به نام دین جلوی انتخابات آزاد مردم رو گرفته چاری نیست جز اینکه ملت یه پارچه با هم متحد بشن و به صورت مسالمت آمیز از راه و کارهای اخلاقی انسانی و قانونی استفاده بکنن همینطور که خیلی از کشورهای دنیا هم این راه ها پیش, پیش گرفتن تا بتونن آزاد بشن متشکرم